یعنی چی لباس کم بریز زیاد بریز؟ پول دادم این همه، میخوام لباسا رو همه رو بریزم. به کسی هم ربط داره دیگه، نباید لباس انقدر بیش از حد کم بریزی. این ویدیو رو تا آخر ببین، بهت بگم ظرفیت ماشین لباسشویی چقدره. سلام علیکم، به تمرین آنلاین خوش اومدی و من آقای تمرین آنلاین امروز میخوام یه ویدیو خیلی مهم، یعنی میگم خیلی مهم یعنی تو 100 سال گذشته رو دستش نیومده رو بهتون توضیح بدم و اون میزان لباسیه که میتونیم داخل ماشین لباسشویی بریزیم. این مسئله خیلی مهم، لباس لباس لباس. مامان من لباس چی بپوشم؟ الهی تو در به در بشی بچه، باز شروع کردی برای لباس؟ بیا برو پیژامه بابات بپوش. قبل اینکه پیژامه بابامو بپوشم فقط این نکته رو میخوام بهتون بگم که توی این ویدیو بهتون میگم چقدر لباس باید بریزید، کم بریزید چی میشه، زیاد بریزید چی میشه، خانوادهتون چند نفر است و چند نفره برای شما، چند نفره، چند کیلویی برای خونه شما مناسبه. و اینکه ویدیو خیلی جامعه، فقط لایک و اشتراک گذاری و کامنت حمایت از ما قلب و گل اینا فراموش نشه. نکته اول، ظرفیت لباس شویی هر چقدر که هستش به ازای هر کیلوش 3 تا تیک لباس نرمال میتونی بندازی. مثلا لباس شویی 5 کیلویه، 5 ضرب در 3 میشه 15 تا تیک لباس نرمال. لباس نرمال یعنی چی؟ یعنی پیرن، تیشرت. این ایدئال ترین حالتشا. من منظورم نیست حوله، منظورم نیست شلوار جین، پرده منظور من نیست. لباسای نرمال اگه 6 کیلویه 18 تا تیک لباس نرمال میتونی داخل لباس شویی بندازی. حالا معادل سازیشو بهتون میگم برای حوله و اینا، ولی این نکته رو حتما توجه کن، هر کیلو 3 تیک لباس نرمال. نکته دوم، لباس کم بریزیم یا زیاد کدومش ضرر میزنه؟ هر جفتش ضرر میزنه، البته موارد خاصی داره. لباس وقتی بیش از حد کم میریزید، بیا جلو این مقدار لباس مثلا کمه برای این لباس شویی، بیا جلوتر، من میندازم داخل آبکش لباس شویی، این میره یه گوشه جمع میشه. وقتی که لباس کم باشه چون اینو میره یه تیکه میمونه، موقع خوش کردن انگار یه تیکه سنگ انداختید اون گوشه و موقع خوش کردن لرزش شدیدی داره به شفت، بولبورینگ، آبکش دستگاه آسیب شدید وارد میشه. اما وقتی که شما خیلی بیش از حد پر میکنید، علاوه بر این که بیش از حد سنگین میکنید دستگاه رو، چون زیاد قدرت تحرک نداره، به هم ثابیده نمیشه لباسها، تمیز کنندگی دستگاه به شدت میاد پایین. نکته سوم، حالا میگم من لباس نرمال نمیخوام داخلش بندازم، میخوام حوله بندازم، میخوام پتو بندازم، میخوام شلوار جین بندازم، اینا رو باید چجوری محاسبه کنم؟ ما میگیم هر چی لباس حجین تر میشه باید نصف بکنید اون تعداد لباس رو. به این صورت مثلا اگه شلوار جین میخواید بندازید، هر شلوار جین رو 2 تا لباس نرمال در نظر بگیرید. این تا اینجا. اگه میخوای پتو بندازی لباس شویی زیر 7 کیلویه، به هیچ وجه پتو نندازی. اما در مورد پتو حتما توجه کنید، لباس شوییتون اگه زیر 7 کیلویه به هیچ وجه پتو نندازید، مگر اینکه پتو مسافرتی باشه. بالای 7 کیلو هم هر پتوی یک نفره رو معادل ظرفیت کل دستگاه در نظر بگیرید. جوگیر نشید همینجوری پتو 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 بندازید داخل دستگاه، علاوه بر اینکه بد شسته میشه به دستگاه هم شدیداً آسیب وارد میشه. در مورد حوله تنی، حوله تنی یه استثناییه، به گوگولی بودنش نگاه نکنید، به شدت آب به خودش میگیره. سعی کنید داخل لباس شوییتون نندازید، بدید بیرون بشورن، چون شدیداً به خودش آب جذب میکنه. موقع خوش کردن یه دفعه ببینید بولبرینگ آسیب زد، شفت آسیب زد، کلاً یه هزینه سرسام‌آور رو دستتون گذاشت. یه فرمول خیلی ساده میخوام بهتون بگم برای ایده‌آل ترین لباس شویی که برای خونه شما مناسبه. من میگم اگه مجردی داری زندگی میکنی و یه نفر هستی، 5 کیلو برات مناسبه ظرفیت لباس شویی. اگه 2 نفر هستی 6 کیلو، 1 کیلو بذار روش. اگه 3 نفر هستی 7 کیلویی، 4 نفر هستی 8 کیلویی، 5 نفر هستی 9 کیلویی، 10 نفر هستی 15 کیلویی. در پایان خیلیاتون شاید حال نکنید اصلا با تعداد کار کنید. میگم من چشمی میخوام یه چیزی بدونم چقدر لباس داخل لباس شویم بریزم. بیا جلو، من تو برگه امتحانی سوالاتونو نوشتم. لباس که میریزی قشنگ فشاری میاری، بالاش باید حدود 1 وجب حدود 10 سانت خالی باشه که این لباسا قشنگ گردش داشته باشه، از طرفی موقع خوش کردن بالانس برقرار بشه. خیلیاتون پرسیدید میگن مثلا 10 کیلو لباس بریز داخلش با آب یا بدون آب. تو دفترچه تمام لباسشویی زده ما حالت خشک رو در نظر گرفتیم، اما زیاد بهش توجه نکنید. شما 5 کیلو لباس اگه بخواید اینجا بریزید خشک، یه کوه لباس میشه. این فرمولی که من بهتون گفتم رو اجرا کنید، حالش رو ببرید. این کلیپ هم به پایان رسید. اگه با ویدیو ما حال کردی همین الان لایک فراموش نشه و این ویدیو رو برای یه نفر بفرست، فقط یه نفر، و بگو آقای تمرین آنلاین و شرکت تمرین آنلاین خدمات انجام میدن، اینجوریه کلیپاشون باحاله، البته اگه باحاله. و منم دیگه رفع زحمت کنم پیژامه بابا من پوشیدم. خدافظ شما.